توی ویدیو ما میخوام چند تا کار با هم انجام بدیم اول اینکه بیام تکس ادیتورمون رو عوض بکنیم کامند لاینمون رو تکس ادیتورمون رو همه عوض بکنیم به آیدی ای که دیگه آیدی ای دی همه اینا رو فکر میکنم الان دیگه زمانشه بعد از این چیزایی که با هم یاد گرفتیم دیگه حرکت کنیم به سمت آیدی دیگه با تکس ادیتور کار نکنیم که همش توی آیدی باشه و راحت‌تر باشه دومین که میایم سی, سی،, سی،, سی رو کانتنت management system که بهش میگیم سامانه مدیریت محتوا رو یه ذره بهبود بهش ببخشیم فکر میکنم تمام چیزایی که با هم یاد گرفتیم دیگه الان عملیه که بیام یه کاری بکنیم که اپلیکیشن درست حسابی با هم بسازیم بخاطر که حالا یه ذره ما این ور کار میکردیم یه ذره اون ور کار میکردیم و این باعث میشد که تمام چیزایی که ریلز انجام میده رو بشناسیم یاد بگیریم ولی خب فکر کنم الان دیگه زمانشه که بیام این اسکیل یا این مهارتایی که با هم یاد گرفتیم و وارد عمل بکنیم که یه اپلیکیشن درست حسابی بسازیم به شما یه تکلیفی میدم و انتظار دارم که تا جلسه دیگه قبل از که به ویدیو جلسه دیگه برسیم این کار رو انجام بدید ولی بهتون میگم که چه چیزهایی رو لازم دارم ازتون و اینجا میبینیم اولی که برای ادمین یوزر هم کراد میخوایم درست بکنیم برای پیج سیکشن و سابجکت دیدید که کراد درست کردم کراد یعنی create, read, update و delete ولی برای ادمین یوزر هم میخوایم همچین چیزی درست بکنیم یعنی ادمین ها بیان خودش خودشون ادمین درست بکنم اول به مدل ادمین یوزر برید و یه, م... یه متدی درست بکنید که اسمش رو بذارید نیم خب که نام و نام خانوادگی رو بگیر از دیتابیس با یه فاصله از هم جدا بکنه حالا این کار رو با سه روش میتونید انجام بدید همون سه روش رو میذارم به عهده خودتون که یه روشش رو بگیرید و این کار رو انجام بدید دومی که متد دیگه ای درست بکنید به اسم sorted س... که بیاد نتیجه دیتابیس رو کلا آبجکت ادمین یوزر بگیره اول با نام خانوادگی مرتب کنه و بعد با نام مرتب کنه پس یادتون نره بیاد مثلا میگی که sorted uh, ascending last name first name پس یادتون نره سوم یا چیکار میکنیم به سراغ کنترلر میریم وقتی که به سراغ کنترلر رفتیم یک کنترلر به اسم ادمین یوزر درست میکنیم گفتم که حالا یوزر وجود داره مدلش رو با هم درست کردیم حالا یه کنترلر درست میکنیم که این کارا رو باش انجام بدیم بعد میرید سراغ روت فایل هاتون راوت فایل هاتون حالا من اسپلینگش درست ننوشتم ولی میرید داخل راوت فایل هاتون و قسمت هایی که به خودکار مسیر اضافه شده رو پاک میکنیم چرا چون اون مسیرمون رو خودمون و دستی اضافه کردیم که دیگه ریز نیاد این راس ها رو برای ما اضافه کنه بعد میرید قالب بوت رو تو بالای کنترلر اضافه میکنید مثلا میذارید لی اوت بوت بعد میاد که میکنه بعد تمام دسترسی به اکشن ها رو، که تو این کنترلر رو محدود میکنید به کاربرایی که میخوان وارد سیستم بشن یعنی هیچ کاربری نمیتونه هیچ اکشنی انجام بده مگر اینکه وارد سیستم شده باشه گفتم که از چه متدی استفاده میکنید بیفور اکشن اکشن هایی اضافه میکنید به اسم ایندکس، New, Create, Edit, Update, Delete و Destroy توجه کنید که ما شو نداریم به خاطر اینکه میخوایم که وقتی که کاربر مثلا ادمین یوزر رو بخواد ببینه از داخل صفحه مثلا ادمین یوزر داخل منیو بتونه ببینه دیگه شو رو اضافه نمیکنیم تو صفحه ایندکس ادمینا رو گفتم که همونجور که با توسط فانکشن سورتد مرتب کردید میاد از نام خانوادگی و بعد از نام نشونش نشون میده توی صفحه ایندکس بس ایندکس که ما اضافه کردیم صفحه هم اضافه شده بعد میریم سراغ ویو ها ویو اسمت تایتل صفحه رو تغییر میدید به پیج تایتل و میذارید اسمش رو پیج تایتل خب من اینو فونتش عوض کردم که بهتر ببینید پیج تایتل و اونو مسابقه قرار میدید با هر تایتلی که میخواید بذارید هر تیتری که میخواید بذارید از متودهایی که یاد گرفتیم هم میتونید استفاده کنید مثل لینک تو میل تو پلورالایز سایکل اینا همه متودهایی هستش که با هم کار کردیم حالا میل تو رو نه ولی میتونید ازش استفاده بکنید متوت کمکی برای ساختن فرم استفاده کنید مثل فرم فور و خطاها رو نشون بدید اون بالا و از منیو یه لینک به این صفحه اضافه کنید و آخر هم از این صفحه هم یه لینک برگشت اضافه کنید این تقریبا باید 20 تا 30 دقیقه برای شما طول بکشه سعی نکنید کپی کنید چون خودتون رو گول میزنید ولی HTML رو میتونید کپی کنید چون ما HTML درس نمیدیم درس میدیم ولی سعی بکنید اینا رو تایپ بکنید که یاد بگیرید حالا ما همونجوری که قول داده بودم از ID میخوایم استفاده کنیم تو این جلسه قبل از اینکه بریم بریم سراغ آیدی روبی مان یکی از بهترین آیدی های ریلز که یا روبی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم بهتون میگم چطوری ستاپ بکنیم برید اپلیکیشن روبی مان رو دانلود کنید و یا ترایال یا بخرید یا هر کاری که میخواد بکنید و بیارید بالا وقتی اپلیکیشن روبی ماین میاد بالا یک صفحه به این صورت دارید که پروژه هایی که از قبل باز کرده بودید اینجاست و بقیه اینجاست کنفیگور به شما نشون میده که چه تنظیماتی میتونید انجام بدید میتونید روی این پلا... چند تا پلاگین دانلود بکنم من پلاگین های زیادی استفاده میکنم از این این IDE هستش که من برای ری ازش استفاده میکنم آیدی دیگه ای من واسه PHP ازش استفاده میکنم به نام پی اچ پی برای جنگو استفاده میکنم به نام پای اینا همش های خوب جت برینز من جت کمپانی اولی هست که خیلی به IDE هاش معتقدم چون برنامه نویس های خوبی واقعا اونجا کار میکنن خب اینجا اگر زدید نیو پراجکت اینجا باید مسیر جلسات اول رو یاد دادم روبیتون رو انتخاب کنید روبی 2.2 رو انتخاب بکنید برید اینجا اینجا نوشته ریلز اپلیکیشن اینجا میتونید روبیتون رو انتخاب بکنید که بهتون میگه که باید ریلز هم نصب باشه توی همون مسیری که روبی نسل ریلز هم باید نصب باشه اینجا جی میخواد یا نمیخواد اینجا اسکیپ میتونید بکنید و اینجا ما رو میتونید انتخاب بکنید یا دیتابیسی که دارید اما من پروژه رو از قبل ساختم بنابراین این چیکار میکنم روبی ماین رو یه بار دیگه باز میکنم که بستم که شما ببینید و این پروژه رو اوپن میکنم میدونم که دیگه الان وقتشه که برید با آیدی کار بکنیم چون تکس ادیتور دیگه فقط همه چیز رو یاد گرفتید کمند لاین یاد گرفتید من از آیدی استفاده نکردم چون خیلی از کارها رو آیدی اتوماتیک انجام میده و اینجا میرید اوپن رو میزنید و میرید پروژه که ما داشتیم حالا کجاست به نام سیمپل سی که ما اینجا داشتیم فقط داخل پوشه اصلی چوز رو میزنید و انتخاب میکنید این باز میشه به معنی که باز شد شما حالا همین چیزی که من میبینم اینجا نمیبینید ولی ایندکس میکنه یه مقدار ساب بکنید تا ایندکس بکنه تو این آی دی چند تا خیلی کار میشه انجام بدید اولین گوشه میبینید راوت فایلاتون اینجاست چندتا تا راوت دارید اونایی که من بهتون گفتم فقط میتونید ببینید اینجا نمیتونید دستکاری بکنید اینجا مستقیم میتونید به دیتابیس وصل شید دیگه اگر نوکت هم ندارید میتونید مستقیم به دیتابیس وصل شد میبینید که من مستقیم به دیتابیس MySQL نصب وصل شدم و اینجا ادمین یوزر رو دارم میبینم پیج رو دارم میبینم و اینجا حتی میتونم راست کلیک بکنم دایگرامش رو ببینم میتونید اینجا دایگرام رو اگر بزنم db دایگرام اینجا میبینید جنریت میکنه حتی دایگرامش هم میتونم ببینم رو پس بنابراین ایدی واقعاً واقعا قویه پایین ترمینال دارید خب میتونید اینجا بزنید ریلز کنسول میبینید که کنسول رو میاره بالا من بزنم مثلا یک به علاوه یک میبینید میزنه دو میتونم بزنم اگزیت میاره من بیرون پس ترمینال اینجاست اپلیکیشن چطوری ران میکنید اگر برید مثلا این بالا ران رو بزنید اینجا نوشته ران درسته و من اگه بزنم ران خودش برای من سرور رو چیکار میکنه ران میکنه اینجا می بینید که نوشته د... پروداکشن میخوای یا development. من development بزنم این ران میشه توجه کنید که چند تا اینجا اتفاق میفته اول اینکه اون لوکل هاست 3000 میشه سرف 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 3000 روش کلیک بکنید شما رو میبره به چی؟ به صفحه ای که این میاد بالا توجه کنید که من روش کلیک میکنم میبینید که نوشته 3000, 000, 3000 یعنی صرف صرف 3000 و اینجا میتونم برم داخل چی اکسس ایندکس که میاره من داخل صفحه لاگین پس میبینید خودش برای من این رو ران میکنه درسته و اینجا ت... نگاه بکنید که اگه خواستید استاپ بکنید کنترل سی رو بزنید عمل نمیکنه باید برید توی ران و استاپ بزنید یا اینکه میتونید چیکار بکنید اینجا میبینید استاپ رو استاپ رو بزنید و این استاپ میکنه شات داون میکنه سرور رو براتون میبینید همه این کار رو انجام میده توی رانز توی تولز خیلی از کارهایی که ما انجام میدادیم با ریک اینجاست میبینید که نوشته آپشن R من اگر آپشن R رو بزنم یا Alt R رو بزنم میبینید که تسکایی که با ریک انجام میدید اینجاست DB create DB migration DB schema dump DB uh, نمیدونم Rails template Rails update uh, migrate اینجاست میبینید DB migrate همه اینا رو برای شما چیکار میکنه؟ ریک انجام میده اگر من اینو اگزییت بزنم میاد بیرون خیلی آیدی قویه توی تولز دوباره میبینید یه دونه آی داریم که ریلز رو میاره روبی رو میاره بالا به جای ریلز اینجا میگه که نوشته ران ریلز جنریتور من اگر ریلز جنریتور بزنم بخوام مدل درست بکنم اینجا فقط بعد انتخاب بکنم که چی میخوام جنریتور هلپر میخوام میلر میخوام مدل میخوام الا آخر اگر اینجا نگاه بکنید باز میبینید که خیلی کارهای دیگه میتونید انجام بدید. چون مستقیم میتونید پوش کنید به گیت هاب وی سی اس داره و الی حالا این از روبی ای روبی ماین خیلی کارهای دیگه رو میتونید انجام بدید با این آیدی چند تا چیز مفیدی که من اینجا قرار بهتون بگم رو هم میگم. بقیه‌شو میذارم به عهده خودتون که تو ترفندها اینشاالله دست میگم خواهم کرد که بهتر بفهمید. اگر ما بریم داخل پاپ نه بریم داخل ویوز اگر بریم داخل اپ اول بعد بریم داخل ویوز چند تا شورتکاتی که خیلی خوبه من اینجا بهتون میگم اگر ایندکس رو با یکی از این رو باز بکنیم میبینید که رنگش من تغییر دادم متد هایی که با ریاض هستش بنفش کردم تگا رو کردم قرمز که شما متوجه بشید کدوم تگ باز میشه کدوم تگ بسته میشه ما شورتکاتی داریم ب... توی ویندوز توی ویندوز نه توی مک کنترل شیفت و بعد نقطه خب میاد برای ما چی رو میده بیرون این رو میده بیرون این تگ رو که بهش میگن تگ IRB توی مک کامند شیفت نقطه است هرچی ما کنترل توی ویندوز میگیم توی مک کامند و این میاد بالا اگر خواستید میتونید برید داخل این پرفرنس و بعد برید داخل لایو تمپلت و بعد برید داخل, بعد برید داخل ریلز اینجا و من یه شورتکاتی درست کردم به نام آر خودم این رو درست کردم این رو اینجا پیست بکنید که الان من اگر آر ببین اینجا نوشتم R خب اینجا نوشتم ER ای Delimiter و اینجا نوشتم این کود رو که من اینجا دارم پیست بکنید و بعد اینجا بزنید Applicable این ERB ای اگر Change رو بزنید داخل ERB فقط Apply باشه این و بعد الان هر موقع من R بزنم Tab بزنم این وارد میشه و اگر بخوام IRB وارد بکنم Command Shift نقطه پریود یا نقطه رو میزنم این وارد میشه و اینجا خیلی کار دیگه میتونید انجام بدید امت دارید حالا که من یو مثلا بگم ده تا الای میخوام الای زب در ده تب میبینید یو ال ده تا الای برای من درست میکنه یا بگم که توی این الای که ده تا هر کدومشون یه ای لینک هم میخوام میبینید لینک هم واسه درست میکنه یا میگید که من برای لینک هم هچرفش یا مثلا این باشه مثلا پارس کلیک .net باشه خب آخرش تبر رو میزنم میبینید چه اتفاقی افتاد این کارها خیلی سرعتیه که داخل چیز میتونه انجام بده یک خواستید یه لاین رو پاک بکنید کمند یا کنترل دیلیت رو میزنید پاک میشه یا بک رو میزنید پاک میشه حالا که این کار رو کردیم جلسه دیگه راه حل تمام این چیزهایی که من ازتون درخواست کردم و نگاه بکنید که ببینید من چطوری این مشکلها رو برطرف کردم